حمله های گسترده طالبان به شهر فرا. فرا شهر در تلاش نجات از سقوط. نیروی کمکی فرستاده شده اما جنگ از شب گذشته تا حال ادامه دارد. اگر تا 2 ساعت دیگر نرسید جاسوسای پاکستان، آیسای پاکستان و مخبرای جاسوسای ایران فرا سقوط میرند. تأکید رئیس جمهور به صلح با طالبان در گرمای فصل جنگ. میگوید همه امکانات برای صلح را دارد، حتی سر میدهد. حرام خواندن جنگ در افغانستان، تأکید بر نتیجه نشستی که میان عالمان دین سه کشور در اندونزیا برگزار شد. ما تمام بهانه ها را از مخالفین نظام ما گرفتیم و مشروعیت هم با واسطه از پروسس پیشید. سلام به مجموعه خبری تحلیلی ساعت 10:01 خوش آمدید. من یاسر ابرار هستم. مشروع خبرها، نهادهای امنیتی از انجام حمله های گروهی طالبان برای تصرف شهر فرا از پیش آگاه بودند. طالبان شب گذشته از 4 صبح بر شهر فرا حمله کردند و سرانجام پس از ساعتها درگیری خودشان را تا 1 کیلومتری ساختمان ولایت رساندند. وزارت‌های دفاع و داخله میگویند که برای دوراندن طالبان و جلوگیری از سقوط این شهر صدها نیروی کمکی را به فرا فرستاده و این گروه در حال عقب نشینی است. اما برخی از نمایندگان مردم فرا در مجلس و خیزش‌های مردمی در این ولایت از کوتاهی نهادهای امنیتی برای نرسیدن نیروهای کمکی به این ولایت انتقاد میکنند. عماد روستایی گزارش میدهد. شبی را که فراهیان با ترس و وحشت صبح کردند. طالبان نیمه های شب گذشته از 4 صبح برای تصرف شهر فرا حمله کردند. حمله های گروهی که در پیان نیمه های شب بسیاری از نیروهای امنیتی از پاسگاه هایشان عقب نشینی کردند و طالبان تا نزدیکی های ساختمان های دولتی خود را رساندند. این تصویرها که در هنگام دمیدن آفتاب در شهر فرا برداشته شده نشان می دهد که چرخبال های ارتش بر فراز این شهر در چرخشند و حراس افغانان را از هوا هدف حمله قرار می دهند. در فرا وجه در چیزی که پا کسی کنید در شهر پر کمیتی و ارگانان و نور را ترانیشی در شپا در غرص دقیق چکنی در فرا دلاس و وطلی در خلاص فرا کیست است. وزیر دفاع و وزیر بیکفایت، رئیس جمهور، رئیس امنیت ملی سخت از شما مردم فرا گیله دارند، سخت مردم شکایت دارند. اگر تا 2 ساعت دیگر نرسید جاسوسای پاکستان، آیسای پاکستان و مخبرای جاسوسای ایران فرا سقوط میرند و ایمای ننگ بر شما میمانند. وزارت امور داخله میگوید که صدها تن از نیروهای ویژه ارتش و قطعات ویژه پلیس صبح امروز به فرا رسیدند و طالبان در حال عقب نشینیند. صبح وقت امروز قطعات خاص پلیس قطعه 444 از قندهار به ولایت فرا اعزام شده. لحظات پیش که تماس داشتیم اینا در عملیات شریک شدیم. همین شکل کماندوها از هرات انتقال شدیم به فرا که در یک بخشی از فرا مستقر شدیم و عملیات شروع شده. در کنار این، وزارت دفاع ملی میگوید که از طرح حمله طالبان بر مرکز این ولایت آگاه بودند. طرحی که از دید وزارت دفاع ملی از سوی سازمان استخباراتی پاکستان ریخته شده و طالبان برای انجام آن دست به کار شدند. در ولایت فرا راپور موجود بود و ما هر روز به دفاع از ولایت فرا مصروف استعمال قطعات و جزتانهای خود بودیم و اکنون هم این تحرکات کمی شدت یافته و در مقابل از این شدت هم اکنون قطعات ما با تمام امکانات استادند. برخی نمایندگان مردم فرا در مجلس از کمکاری های نهادهای امنیتی برای جلوگیری از این حمله بزرگ انتقاد می کنند و می گویند اگر حکومت مرکزی اقدام فوری در این مورد نکند ممکن فاجعه سقوط قندوز در این ولایت تکرار شود. بدبختانه که حکومت مرکزی افغانستان نسبت به قضیه شنوا نداشته، این وضعیت بحرانی را
حکومت افغانستان مدیریت بکنه و شخص رئیس جمهوری افغانستان به سی سرقومندان علای قوای مسلح این وضعیت را مدیریت بکنه در ولایت فرا. در غیر از او شما شاهد یک فاجعه بسیار وحشتناک در ولایت فرا خواهد بود. تا کنون از تلفات برخواسته باشنده های این ولایت در این درگیری ها خبر موثقی در دست نیست، اما نهادهای امنیتی میگویند که در این حمله 20 طالب کشته و یا زخمی شدند و تلفات اندکی به نیروهای امنیتی وارد شده است. پرسش کلان این است هنگامی که نیروهای امنیتی از طرح حمله طالبان بر مرکز این ولایت آگاه بودند، چرا نیروهای امنیتی به جای حالت دفاعی مانع ورود طالبان به داخل شهر نشدند؟ آقای سمیع‌الله صمیم نماینده مردم فراه در مجلس نمایندگان از طریق اسکایپ همراه ما هستن تا بیشتر صحبت بکنیم. سلام با شما آقای صمیم. وضعیت فعلا در ولایت فراه و مرکز این ولایت شهر فراه چگونه است؟ به اساس آنچه که نهادهای امنیتی به ویژه وزارت دفاع میگفت انتظار میرفت که تا ساعت 16 امروز جنگ در این ولایت پایان پیدا بکنه و وضعیت به حالت عادی برگرده. به اساس اطلاعات شما آیا چنین شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خوب است که سلام بفرستم خدمت بینندگان عزیز شما و در عین حال درود بفرستم بر روان معظم و شهدای ذوالقدر که در مجموع افغانستان جام شهادت نوشیده، و خصوص شهدای دیر ولایت فرا، سربازان دلیر ما که مردانه در میدان نبرد علیه تروریست ها، علیه دشمنان مردمی افغانستان، علیه دشمنان حاکمیت قانون در میدان نبرد جام شهادت. وضعیت ولایت فرا طوری که به شما معلوم است، حمله تهاجمی طالب ها دیشب از ساعت 1 شروع شده و تا امیل از نبرد جریان داره و بخش عظیمی از مرکز ولایت فرا طالب هاست. این وضعیت همونطور که میدانیم پیشینه هم داشته و شبیه هزی مثلا بارها اتفاق افتاده. در سال 95 ماه میزان یک نمونه دیگیش همین گونه بود که طالبان از ورسولی‌های مختلف مثلا خاک سفید، بالا بلوک، بکوا، پشت رود، گلستان با حمایت سایر اعضای این گروه از ولایت‌های همجوار فرا این گونه یک حمله را انجام داده بودند. مردم میپرسند که تکرار پشت تکرار و اتفاق افتادن رویدادهای اینچنینی و چرا دولت مثلا برنامه‌های تصفیه‌ای و تهاجمیشان قدر موفق نیست؟ دیدگاه شما چی از این زمینه؟ سوال بسیار مهم است دوست عزیز. ای بار طالب‌ها از ولایت جنبو نکردند، بلکه طالب‌های هلمند، طالب‌های نیمروز و طالب‌های هرات جنب طالب‌های ولایت فرا حمله تهاجمی را به مرکز ولایت فرا از دیشب آغاز کرده و در حالی که حکومت مرکزی افغانستان، رئیس جمهوری افغانستان، رئیس اجرایی حکومت وحدت تسلیمی اسلامی افغانستان، وزرای سکتور امنیتی و رئیس عمومی امنیت ملی یک هفته به طرف در مسئله اطلاعاتی که مربوط شد به ولایت فرا و مسئله تهاجم گروه طالبان در مرکز ولایت فرا آگاهی کامل داشته، اما بدبختانه که هیچ نوع تصمیمی که قابل قبول برای مردم ولایت فرا بوده باشد حکومت مرکزی افغانستان اتخاذ نکرده و باعث شد که مرکز ولایت فرا سقوط بکنه یک بخش کلانش. بله، دلیل همین بی‌توجهی چی بوده آقای صمیم؟ آیا عمدن حکومت نخواسته اقدامی بکنه که کار به اینجا نمی‌کشید؟ بدبختانه رئیس جمهوری افغانستان و رئیس اجرایی افغانستان مصروف کمپانای انتخاباتی شان است و توجهی نسبت به وضعیت مجموع افغانستان به تصرف کلی نداره، علل خصوص یک توجهی نسبت به
ما امیدوار هستم که رئیس جمهوری افغانستان نسبت به تدابیر امنیتی به مردم افغانستان و تضمین امنیت مردم افغانستان بوده باشد، بخصوص ولایت فرا. اما بدبختانه که رئیس جمهوری افغانستان به این مسائل باورمند نیست. رئیس جمهوری افغانستان، شما میبینید که امروز مردم فرا در تالاب خون غرق بود، اما رئیس جمهوری افغانستان میره مسئله سبستشن برق ولایت لوگر را افتتاح میکنه. فکر میکنم برای جمهور افغانستان شرم‌آور است که در یک گوشه از افغانستان یک ولایت مردم در تالاب خون غرق است، برای جمهور افغانستان در یک ولایت دیگه جشن و سرود میگیره. این به خیر افغانستان نیست، به خیر جمهور افغانستان نیست و هر روز داره مردم افغانستان باید افغانستان فاصله بگیره و این فاصله به حد کلان خواهد شد که دیگر برای جمع کردن این فاصله هیچ کسی در افغانستان توانمندی نخواهد. چگونه راهکار، چگونه برنامه عمل باید اجرایی میشد با توجه به اینکه وضعیت امنیتی در ولایت فرا تعریف چندان نداشته، رو به وخامت بوده، ماجرای استعفای والی پیشین را هم ما شاهد بودیم، چه برنامه عمل باید روی دست گرفته شود از سوی نهادهای امنیتی و دولت افغانستان با توجه به این که بی توجهی شما بشاره میکنین در سطح بسیار بلند وجود داره که حالا وضعیت مدیریت شود و به حال جلوگیری شود از ادامه این جنگ و نبردی که جریان داره فعلا؟ تشکر از سوال شما. من فکر میکنم که حکومت مرکزی افغانستان دو برنامه اساسی باید روی دست بگیره برای محارکه کردن وضعیت کلونی ولایت فرا. یک، زیاد نیروهای امنیتی در وقت بخاطر مسلح دولت امروز با مورد و کامرین تجهیزات در میدان نبرد در مقابل نیروهای امنیتی ما میجه و طرف دیگر امکانات وسیعی در اختیار گروه طالبان قرار داره که در میدان های نبرد در مقابل نیروهای امنیتی در ولایت فرا میجه و بعد نیروهای امنیتی ما هنوز مجهز به سلاح‌های انگری و در سلاح‌های انگری هم اینا امکانات بله. سپاسگزار آقای صمیم، چون متاسفانه کیفیت صدا زیاد خوب نیست. خیلی کوتاه در پایان امیدوار هستیم که کیفیت بهتر شود. اشاره بکنیم که خب میدانیم نهادهای امنیتی صحبت میکنن که صدها نیرو فرستادن، حمایه هوایی وجود داره و طالبان در حال عقب نشینی هستن از مرکز این ولایت. آیا واقعا چنین هست و به حد کافی نیروها به این ولایت رسیدن؟ تامیل از این که ما با شما سوکم، نیرویی که باید به ولایت فرا برسه با تقریبا در حدود 70 کیلومتر از مرکز ولایت فرا فاصله دارد. هنوز این نیروها به مرکز ولایت فرا نرسیده. یک طرف بس است. طرف دوم بس این است که بله، حکومت افغانستان دروغ میگن، مسئولین نهادهای امنیتی دروغ میگن، طالب ها از مناطقی را که در کنترول داره در هیچ جایی شخص نشینی نکردن و کما فی سابق مناطقی آدی از مرکز. سپاسگزار شما آقای سمیع الله صمیم، نماینده مردم فراه در مجلس نمایندگان. در حالی که نبرد در فراه جریان داشت، رئیس جمهور غنی به لوگر رفت. رئیس جمهور که به خاطر گشایش لاین انتقال برق 220 کیلووولت و سبستشن برق ارغندی لوگر به این ولایت رفته بود، میگوید حکومت افغانستان هم نیت، هم اراده و هم صلاحیت صلح را دارد. آقای غنی تاکید میکند که برای صلح حاضر است سرش را ببازد. سفر رئیس جمهور غنی برای گشایش لین انتقال برق 220 کیلووولت و سبستیشن ارغندی لوگر همزمان با شدت گرفتن جنگ در فرا.
در کنار گشایش این لین برق و سبستشن، سرقومندان اعلای قوای مسلح افغانستان خواستهای مردم را نیز در نشستهای امنیتی و مردمی بررسی کرده است. در اینجا اما در مورد صلح میگوید. امنیت دارد، امن اراده دارد، امن صلاحیت دارد. نیت در تو ببینه در صلح اراده اولانیز بده تو سراز امیز کنید سلاحیت اولا نره اولا منطقه من سلوط اولاد کنید بابا حال تو بینه چه افغانستان جده صلاحیت سنگه ای دارد در مور و پار بگرد باید آسیدی. او برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری را حتمی می‌خواند و تأکید می‌کند که در این پیوند هیچ عقب‌گردی پذیرفتنی نیست. امروز آزادی اقتداری رئیس جمهور انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری حتمی و ضروری است. دیدم شاید مسئولین زیر بایپولیس مشمولیتی تصور نگرد. آقای غنی همچنان تأکید میکند که برنامه اداره های ولایتی روی دست است و حکومت در برابر تمام ولایت ها، ولسوالی ها و روستاها مسئول است. ولایتی اداره باید براتون کشپک نسل که اساسی بگه کنیم. برون ده ولایتی اداره پالیسی ما اینا بکسیم ستر بست افرا اون نکنه فرزفیف کنه اوز به اساسی توگه ولایت باندې ټول سوالې باندې کارولې باندې خپل باندې ټول حکومت تاسو نو په دې برخه کې چې په طبقه باندې چې ده ناعادلانه ده نه منطقي. رئیس جمهور غنی در حالی دست صلح و مخالفان مسلح پیش میکند که از آغاز حکومت تا کنون بارها همین تلاش صورت گرفته و بارها از سوی طالبان و دیگر گروه های مخالف مسلح پس زده شده و افزون بر پس زدن واکنش های خونینی نیز به این خواستها دادند. این خبرها و بیشتر تا لحظات دیگر. توافق افغانستان و پاکستان بر اجرای شدن پلان عمل مشترک. افزایش نگرانی ها از خطر کم آبی در سال جاری. ادامه خبرها. هراس افغانان جز پیوستن به صلح دیگر راهی ندارند. شورای علما به طالبان هشدار می‌دهد که دست از خشونت بردارند و به درخواست صلح حکومت افغانستان پاسخ مثبت دهند. همزمان شورای علمای کشور می‌گوید جنگ در افغانستان از سوی عالمان اندونزیا، افغانستان و پاکستان حرام خوانده شده است و برای نخستین بار عالمان دینی پاکستان نیز این موضوع را پذیرفتند. قرار است نشست عالمان دین افغانستان و پاکستان نشستهایشان را در پیوند و جنگ و صلح در افغانستان ادامه دهند. نرگس هورخش گزارش می‌دهد. پس از یک نشست مهم در اندونزیا، نشستی که عالمان دین پاکستان برای نخستین بار با عالمان دین افغانستان و اندونزیا دور یک میز نشستند. بسم الله الرحمن الرحیم. عالمان دین سه کشور به یک نتیجه واحد در برابر جنگ و صلح در افغانستان دست یافتند. حالا شورای علمای افغانستان اینجا آمده تا نتیجه این نشست را با مردم شریک کند. میگوید سه کشور صلح را امر الهی دانستند و جنگ را حرام. حتی پاکستان هم قناعت کرده که جنگ در افغانستان یک جنگ ظالمانه و نامشروع است. چیزی که ما از لابلای صحبت های خصوصی با اونها داشتیم و گرفتیم و یه بود که اینها به دو نتیجه رسیدن. یکی که فهمیدن که آتشی که ما در داده بودیم به دامن ما رسیده و دوم اینا هم جستجو میکردن تا یک رای حل پیدا شود. کسایی که بر ضد افغانستان علیه مردم ملت مظلوم افغانستان فتوا داده بودن اونها مستقیما در این کنفرانس نا آمده بودن. با تأکید کامل میگم که در هیچ کنفرانس جرأت میازیرم نداره که بیاین. همزمان شورای علما تأکید دارد که برای هراس افغانان جز پیوستن به صلح راه دیگری وجود ندارد و باید به زودی به خواست صلح افغانستان چراغ سبز نشان دهند. یک چیز باور داشته باشه که دیر یا زود
باید لبیک بگویند و لبیک میگویند. اما چیزی که فعلا پیشبرد پروسه صلح برای ما شما دستاورد داره و اینمیست که ما تمام بهانه ها را از مخالفین نظام ما گرفتیم و مشروعیت هم به واسطه از پروسه از پیشان گرفتیم. افزایش جنگ در چندین ولایت کشور به ویژه فرا واکنش جدی عالمان دین را برانگیخته است. میگویند برخی کشورها برای فشار وارد کردن به افغانستان و دستیابی به هدفشان در افزایش جنگ نقش دارند. نه پیکی چه هم در اوز هم پر فرا که یو ظالمانه وحشانه جنگ روانده پر جلال آباد که بریدونه وسوند دی افغانستان پر گرد گرد که بریدونه پر کلک و تکو غندو. جمعه گذشته نشست صلح اندونزیا با حضور عالمان دین افغانستان، پاکستان و اندونزیا برگزار شد. با دیدگاه واحدی که در این نشست به میان آمده است، شورای علمای افغانستان میگوید نشست‌هایی را برای دستیابی به صلح با عالمان دین پاکستان ادامه می‌دهد. اما اینکه چی زمان آتش جنگ در میدان‌های نبرد خاموش می‌شود، پرسشی است که هنوز با آن پاسخی وجود ندارد. در این رابطه به شرح صحبت میکنیم با آقای مولوی باباجان صیغانی، عضو شورای سراسری علمای افغانستان و رئیس مرکز تحقیقات اسلامی اقرا که اینجا در استودیو همراه ما هستن. خیلی خوش آمدین آقای صیغانی. از دید شما اصلی ترین دستاوردها و پیشرفتهایی که در نشست مشترک علمای افغانستان، پاکستان و اندونزیا در این کشور به میان آمد چی بود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء. پیرامون سوال مطرحی شما عرض میکنم که نشست بین علمای دینی جهان اسلام، نشست های بین المللی بین علمای جهان اسلام خیلی ارزشمند است. یکی از ارزش های این نشست ها و نشست های مشابه ما را به مدرنزم دینی میرسانه. یعنی علمای دینی با هم تبادل افکار میکنن، میشینن و پیرامونی پدیده های اجتماعی نظریات خود را مطرح میکنن، نظریات مدرن خود را مطرح میکنن، نظریات علمی خود را مطرح میکنن. ولو یک سری حرف هایی در نشستی اخیری بین افغانستان و پاکستان و مالزیا وجود داشت که بعضی اشخاص یا عقدمندانه یا غیر عقدمندانه میگفتند که تفریح هست و سیاحت است و چکر است و اینا است، اما پیام های خیلی خوبی هم داشت. یکی از پیام های بسیار مهم نشستی اخیری بین سه کشور اسلامی، یک نشستی بین المللی البته، وی بود که یکی از کشورهایی که همیشه سر و صدای جهاد در افغانستان مطرح می شد و سر و صدای از این مطرح می شد که جنگ افغانستان یک جنگ دینی هست و مشروع هست، خودی آن کشور در این نشست که حتی سخنگویی این نشست را به عهده داشت، یکی از علمای پاکستان در اوراق مصوبه این علما در دستی از آدم بود و خودی از این نشان می داد که اونا هم به اصل واقعیت و حقیقت رسیدن و نقطه پایان جنگ در افغانستان فتوا دادن و در واقع نظریه دادن. ولی شاید آنچه که برای مردم افغانستان مهم باشه نتایج این نشست هست و تأثیراتی که میتونه روی گروه هایی که عملا با دولت افغانستان در جنگ هستن بگذاره. آنچه که در حد موعظه بیانیه برای این گروه ها مطرح میشه و در باره جنگ جاری در افغانستان، میاد ما هست که پیش از برگزاری این نشست طالبان رسما این نشست را نمایشی و کم اهمیت خواندن و از جانب دیگه به علمای پاکستان هم به برخشان حتی شخصی نامه فرستاده بودن و گفته بودن اشتراک نکنین در این نشست. حالا نشست برگزار شد در 11 می و دوجه گفته شد که مثلا حملات انتحاری مخالف اصول اسلام است، آنچه که انتظار هم میرفت که به میان بیه. در چنین یک شرایط چطور میشه امیدوار بود با توجه به اینکه میدانیم طالبان به عنوان طرف اصلی جنگ در افغانستان این نشست ها رو نمایشی میدانند و کم اهمیت میدانند، مردم افغانستان چطور امیدوار باشن به نتیجه؟ اگرچه درست است که یکی از طرف های جنگ قبلا هم میدانست و باورمند به این بود که نتیجه از این نشست چه خواهد بود، همه کس میفهمید، حتی ما و شما هم میفهمیدیم که سه کشور اسلامی وقتی علمایش یک جای جمع میشه چی را به میان خواهد آورد و چی نظری را خواهد داد. اما نقطه جالب این نشست این بود که هیچ مرجع معتبر دینی
که ما چند مرجع فتوا در جهان اسلام داریم که دیوبند است، جامع الازهر است، مکه مکرمه است و قم یک از مراکز دینی اهل تشیع در ایران است. همه این مراکز در این نشست یا استقبال کردند یا اگر استقبال نکردند ساکت و خاموش بودند و علی این نشست کلان علمای دینی، یک نشست بین المللی علمای دینی، هیچ مرجع دینی مخالفت خود نشان نداد و نظری تعادلی یا نظری انعکاسی در مقابل این نشست هیچ کسی نشان نداد. اما اینکه گروه هایی که در افغانستان درگیر جنگ هستند، چی دولت افغانستان و چی مخالفین دولت افغانستان، اینا می دانستند که در آینده چی پدیده ای از این نشست به بار خواهد آمد. خاطر فکر میکنین کم اهمیت و نمایشی خوانده بودن. ولی امروز ما دیدیم که علما هم در صحبت هایی که داشتن در رابطه با نتایج نشست مطرح میشه که جنگ افغانستان جنگ استخباراتی هست، نه جنگ مذهبی، جنگی است که به این شکل مذهبی داده شده. در چنین یک وضعیت چطور میشه به یک جنگ استخباراتی که عملا خود علما هم چنین یک بحث را مطرح میکنن نقطه پایان گذاشت با بیانیه، با موعظه و با نصیحت؟ این هم با اون یک سوال مطرح است، جنگ استخباراتی چطور میتونه این گونه حل شود؟ من خیلی به زمانه های زود و به نتیجه های بسیار زود باورمند نیستم. جنگ افغانستان به اندازه پیچیده و بغرنج هست که حتی تحلیلگرایی که در سطح افغانستان تحلیلگرای مسائل سیاسی، تحلیلگرای مسائل نظامی، جنگی، حتی اینها نمیتوانن این را نقطه پایانش را تعیین بکنن، به خاطر از اینکه قدرت های کلانی دنیا در این جنگ سهیم هستند. این جنگ جنگی بین المللی هست. کشورهای بسیار بزرگ جهان منافعشان در این جنگ نهفته هست. چی کشورهای شرقی، چی کشورهای غربی، همه اینها یا یکی مسائل سیاسی یا نقطه تمرکزی افغانستان یا نقطه جغرافیایی افغانستان که در اینجا جنگ باید وجود داشته باشه و جهان جنگ خود را در این نقطه از دنیا سرازیر بکنه. اما خوشبینی ها را هم نباید از دست داد. یعنی وقتی که علمای سه کشور اسلامی، یکیش همیشه این جنگ را مشروع میدانه، با هم می نشینند و به نتیجه می رسند که این جنگ جنگ دینی نیست و درست نیست که جنگ صورت بگیره، اینا ما تنها به طالبان انتقاد نمی کنیم، بلکه کسایی که قبلا در جای طالبان جنگ می کردن، امی مجاهدینی که فعلا در کابل هستند و در نقطه طالبان قرار داشتند و در اینجا نظام دیگری وجود داشته، وقتا مشروعیت های جنگی وجود داشت. اما نشست ها همیشه رهگشا هست. تمام نشست های دنیا آسانی را میاره. جنگ ها همیشه مشکل آفرین هستند. نشست ها همیشه باید ستوده شود. حتی این نشستی که من و شما در اینجا داریم، نشست تبادل افکار، همه اینها راهگشا هست برای مردم آسانی میاره. اون چه که بنان دستاورد باز مطرح میشه از این نشست و ای است که تروریسم حالا دامن پاکستان را هم گرفته و به همون دلیل هست که علمای دین پاکستان وقتی اشتراک میکنن بگونه یک همصدایی دارن با علمای افغانستان و علمای کشور سالس اندونزیا. چه تعهداتی باید گرفته میشد از علمای پاکستان و فکر میکنین گرفته شد با توجه به جزئیات که شما دارین که اینها بیان به گونه ایستادگی بکنن بیشتر در برابر افرادگرایی در پاکستان با توجه به تاثیرگذاری که اینها دارن بالای گروهایی که گفته میشه از سوی پاکستان حمایت میشن و فکر میکنین آیا واقعا چنین تعهداتی از علمای پاکستان گرفته شد که اقدامهای عملی هم بکنن در کشورشون؟ به هر حال اگر در جزئیات قضیه بریم، علمایی که در این نشست از طرف کشور پاکستان اشتراک کرده بودند علمایی نبودند که در گذشته ها نظری مثبت در جنگ افغانستان داشتند. در گذشته هم نظر منفی داشتند. در گذشته ها هیچ نظر نداشتند. یعنی یک تعداد علمایی بودند که در اینجا اشتراک کردند که نوعی گرایش دولتی داشتند در پاکستان. علمایی که همیشه فتوا میدادند مثل مولانا سمیع الحق و سایر علمایی که در افغانستان حمایت از مخالفین نظام افغانستان میکنند، اونها در این نشست حضور نداشتند. اما روی هم رفته یک چند عالم دینی یا طرفدار نظام پاکستان و یا علمای دینی به طرف که در این نشست حضور داشتن، خودش یک مثبت است و یک دستاورد است
و ایرا اگر خرد است و اگر کوچک است و اگر هر چیزی که است ما باید به فعالی نگیریم. بسیار تشکر. در پایان چه امیدواری میشه داشت به نشست که قرار هست در ماه جولای برگزار شود، نشست با اشتراک علمای سراسر جهان اسلام در شهر جده عربستان سعودی؟ حالا صحبت می شورای عالی صلح هم امیدوار هست که برگزاری این نشست مقدمه باشه برای برگزاری نشست بزرگتر، هم به میان آمدن همصدای میان علمای جهان اسلام در رابطه با جنگ جاری در افغانستان و ناجایز خواندن حملاتی که انجام میشه از سوی گروه‌های مخالف. فکر میکنین که چه تأثیری میتونه داشته باشه و چه امیدواری میتونیم داشته باشیم؟ در سال‌های دیگه هم همین موضوع رو مطرح کردیم در همین یک هفته دو هفته گذشته که نشست عربستان سعودی من حیث قبلی مسلمان ها و من حیث یک کشوری که تمام کشورهای اسلامی سالانه یک بار یک کنفرانس به عنوان حج در اونجا دارن و من حیث یک کشوری که یکی از مراکز دینی مهم جهان اسلام در اونجا وجود داره و مرجع فتوای جهان اسلام هست، خیلی پر اهمیت است و ما امیدوار هستم که تعداد زیادی از علمای جهان اسلام در این کنفرانس اشتراک بکنه و تعدادی از علمای چیز فهمی جهان اسلام در اینجا اشتراک بکنه و قطعنامه‌ای که از مکه مکرمه صادر میشه انشالله تاثیراتش خیلی مفید هست برای جنگ افغانستان، برای منطقه و میتونه بالای آتش جنگ کمی سردی و آب بریزه و ما امیدواریم نسبت به این نشست، به نشست عربستان سعودی بیشتر است. سپاسگزار شما مولوی بابا جان سیغانی، عضو شورای سراسری علمای افغانستان. فرستاده ویژه سازمان ملل برای افغانستان میگوید شورای ملی افغانستان به جای این که بکوشد بخش از عامل مبارزه با فساد باشد، بخش از مشکل فساد بوده است. تاداماچی یاماماتو فساد را بزرگترین چالش پس از ناامنی در افغانستان میخواند و از حکومت و مردم افغانستان میخواهد که برای از بین بردن این معضل روی یک راهکار دراز مدت کار کنند. گزارش بررسی‌های تازه یونما درباره معضل فساد در افغانستان با رسانه‌ها شریک می‌شود. گزارشی که از آغاز سال 2017 میلادی تا پایان ماه مارچ سال جاری میلادی را در بر می‌گیرد. تاداماچی یاماماتو در اینجا تأکید می‌کند که با وجود تلاش‌هایی که از سوی حکومت افغانستان در بخش مبارزه با فساد صورت گرفته، پای کار در جاهای می‌لنگد. یکی از اینجاها شورای ملی است. قوه مقننه افغانستان تا اکنون تلاش نکرده که عامل برای مبارزه با این چالش باشد، بلکه خود بخشی از مشکل فساد در افغانستان بوده است و این کار سبب کاهش میزان اعتماد مردم به این شورا شده که بی‌اعتمادی مردم نسبت به نمایندگان حکومت را در کار خدمتگذاری که برای رفاه شهروندان کشور تعهد سپرده است ضعیف می‌سازد. از دید یوناما فساد در افغانستان غیر انسانی و بی‌شرمان است و پس از ناامنی بزرگترین مشکل در کشور و مانعی در برابر حکومتداری خوب است. پس از درگیری‌های خشونت‌بار، فساد اداری بزرگترین چالش افغانستان به شمار می‌رود. ما معتقدیم که فساد تهدید در برابر حکومتداری خوب است. حکومت افغانستان برای بازداشت متهمان زورمند توانایی لازم ندارد، در حالی که باید تمام متهمان بازداشت و دادگاهی شوند تا به همه شهروندان نشان داده شود که عدالت بر همگان یکسان عملی می شود. در این گزارش همچنان آمده است که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد از آغاز سال پار تا پایان ماه مارچ سال جاری میلادی 34 پرونده که بیش از 100 متهم شامل آن است را تکمیل کرده و نیز دادگاه استیناف این نهاد 32 پرونده که شامل 97 متهم می شود را نهایی کرده است. صلح با طالبان از موقف زور باید صورت گیرد. جنرال دوستو معاون نخست ریاست جمهوری که در ترکیه در تبعید به سر میبرد در گفتگو با فاکس نیوز گفته است در صورتی که موقع برایش فراهم شود طالبان و داعش را در جریان 6 ماه از شمال نابود میکند. او تاکید کرده که آمریکا دوست خوب افغانستان است ولی حمله های هوایی آمریکا نتیجه بخش نخواهد بود.
جنرال دوستم معاون نخست ریاست جمهوری که دست کم یک سال می شود در ترکیه به سر می برد و در تلاش ایجاد یک ائتلاف جدید است، در گفتگو با فاکس نیوز گفته است که صلح از در تضرع با طالبان نتیجه نمی دهد. بلرگونه تلاش صلح باید از موقف زور دنبال شود. صلح با طالبان باید از موقف زور و قوت با طالبان مطرح شود، نه از موقف ضعف و ترحم. ما به یک پایان صلح‌آمیز جنگ با طالبان خواهیم رسید. اما اگر مصمم باشیم و اراده قوی برای برنده شدن جنگ داشته باشیم، با چنین موضع گیری می توان طالبان را به صلح فراخواند. فراخوان صلح باید از یک موقف قوی صورت بگیرد. این سخنان جنرال دوستم در حال بیان می شود که طالبان طرح صلح رئیس جمهور غنی در نشست کابل را رد کرده و به نبردشان ادامه می دهند. آقای دوستم گفته است که توان نابودی گروه های رسفگن مانند طالبان و داعش در شمال را تا کمتر از 6 ماه دارد. ما از راهبرد جدید امریکا برای افغانستان استقبال می کنیم. آنچه تعهد پایدار امریکا را برای افغانستان نشان می دهد. اما باور من این است که حضور گسترده نظامی امریکا و حمله های هوایی آنان ما را به هدف نمی رساند. تا آنکه ایالات متحده همکار خوبی برای مردم محل نباشد، آنان که می خواهند نقش مؤثر در جنگ بر ضد هراس افغانان داشته باشند. ماندگیشان دیگه طرف فرار میکنه. جنرال دوستم در حال با یک رسانه خارجی این سخنان را بیان میکند که حکومت بارها مانع ورود وی به افغانستان شده است. آقای دوستم در حال حاضر هیچ گونه نقش در دولت افغانستان ندارد. افغانستان و پاکستان بر عملی شدن پلان عمل مشترک که راهکار است برای صلح و همبستگی در نشست در اسلام آباد توافق کردند. بر اساس این توافق 6 گروه کاری از هر دو کشور تشکیل شده و به کارشان در 7 مورد توافق شده به زودی آغاز میکنند. وزارت خارجه کشور توافق حاصل شده میان افغانستان و پاکستان را بر رفع اختلاف های دو کشور، بهبود رابط بازرگانی، امنیت مرزها و مبارزه با دهشت افغانی مؤثر می خواند. همزمان مشاور امنیت ملی پاکستان می گوید پیروزی در جنگ افغانستان محال است و به فکر صلح باشید. توافق نمایندگان پاکستان و افغانستان بر عملی شدن پلان عمل مشترک. ریاست جمهوری در اعلامیه گفته است که پلان عمل دو کشور برای صلح و همبستگی چهارچوبه برای تقویت اعتماد دو جانبه و میکانیزم برای دریافت رای حل به نگرانی های دو کشور است. هر دو طرف توافق کردند با تطبیق مؤثر و کامل پلان عمل برای صلح و همبستگی و رسیدن به ثبات مشترکاً کار کنند. مواردی که روی از او کار خواهد شد و توافق صورت گرفته، همکاری های امنیتی، همکاری های سیاسی، توسعه مشترک اقتصادی است، روند صلح، کاهش سطح خشونت ها، برگشت مهاجرین به کشور است. از جانب افغانستان و پاکستان معینان سیاسی وزارت های خارجه دو کشور در این نشست اشتراک کرده بودند. شاهد خاقان عباسی در سفرش به کابل با رئیس جمهور غنی به 7 اصل مهم که در بهبود روابط دو کشور از جمله مبارزه مشترک با هراس افغانی و کاهش بی‌اعتمادی ها توافق کرده بودند. وزارت خارجه کشور میگوید که دو طرف به این نتیجه رسیدند که عملی شدن درست برنامه عمل مشترک صلح در امنیت و ثبات و از بین بردن هراس افغانی کمک میکند. افغانستان ابراز امیدواری میکند که پاکستان بر تعهدهایش پابند بماند و افغانستان را در آوردن صلح و ثبات همیشگی و نابود کردن گروه های صلح ناپذیر همکاری کند. روی نهایی سازی پلان عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی توافق صورت گرفت و قرار است که 6 گروه کاری تشکیل بشه و اینا امورات را به پیش ببرند. دو کشور همچنان بر ایجاد 6 گروه کاری نیز توافق کردند که در خصوص همکاری در زمینه امنیت، مبارزه با هراس افغانی، کاهش خشونت‌ها، همکاری در زمینه تجارت، ترانزیت و اقتصاد، رسیدگی به مشکل مهاجرین و امنیت مرزها کار خواهند کرد. پاکستان کابل را در تلاش‌هایش برای آوردن صلح و ثبات از راه سیاسی نیز کمک می‌کند و بر ضد عناصر صلح ناپذیر که امنیت دو کشور را تهدید می‌کنند، به طور مشترک با افغانستان مبارزه می‌کند. تبادل اطلاعات استخباراتی نیز از موارد دیگر توافق شده میان دو کشور است. همزمان مشاور امنیت ملی پاکستان در همایش دروازه بین المللی رسانه در اسلام آباد میگوید پیروزی در جنگ افغانستان محال است و باید به فکر صلح بود. افغانستان زخم کهنه در منطقه است که باید به فکر مرهم گذاشتن روی آن باشیم.
همه برای پیروزی در جنگ افغانستان هر گونه سرمایه گذاری انجام می دهند. اما کس به فکر سرمایه گذاری در جهت صلح در این کشور نیست. همایش دو روزه بین المللی رسانه روز یک شنبه در اسلام آباد آغاز به کار کرد. در این همایش نمایندگان از ترکیه، عربستان سعودی، یونان و چین نیز حضور داشتند. شرکت کنندگان در این همایش درباره چالش‌های موجود در حوزه خبر و خبررسانی با همدیگر گفتگو و تبادل نظر کردند. و در مورد اعلامیه دادگاه عالی در رابطه به ماه مبارک رمضان، پنجشنبه 27 ثور روز نخست ماه مبارک رمضان تثبیت شد. دادگاه عالی در اعلامیه که لحظه های پیش نشر کرد گفته است که هلال رمضان امشب دیده نشد و فردا چهارشنبه 26 ثور، سیوم ماه شعبان و پس فردا پنجشنبه روز نخست ماه مبارک رمضان است. افغانستان با خطر کم آبی روبروست. دکتر عبدالله عبدالله میگوید در صورتی که استفاده بی‌رویه از آبهای کشور ادامه یابد، خطر جدی کم آبی افغانستان را تهدید خواهد کرد. رئیس اجرایی حکومت از مردم میخواهد در استفاده از آب صرفه‌جویی کنند. اینجا در مرکز رسانه های حکومت نمایش زیر نام نقش زنان در مدیریت آب برگزار شده است. سرمایه خوب الهی برای رئیس جمهور حکومت از تلاش های وزیر انرژی آب در این نمایش ستایش می کند، در حالی که رئیس جمهور غنی از وی انتقاد کرده بود. دکتر عبدالله در این نمایش از استفاده بی‌رویه آب در کشور به شدت ابراز نگرانی می کند. به اهمیت آب و استفاده بهتر از آب و صرفه‌جویی متوجه هستند یا نه؟ در این بخش تمام نهادها، خصوصا جامعه مدنی، علمای کرام، وزارت‌های معارف، تحصیلات عالی، وزارت اطلاعات فرهنگ، همه نقش خود دارند، وزارت ارشاد، حج و اوقاف. اما در این حال اگر این کار از خانواده صورت نگیره، اگر در هر روز در زندگی این جزء درس و تربیه برای اولادی کشور نباشه، فردا دوام زندگی در بعضی از نقاط کشور ما ناممکن میشه. از سوی هم وزیر انرژی و آب تاکید دارد که زنان روزانه نسبت به مردان بیشتر با آب سر و کار دارند. به باور او زنان در مدیریت آب و صرفه‌جویی آن نقش مهمی دارند و باید از استفاده بی‌رویه آب در کشور جلوگیری کنند. زنان مستقیما در پخت و پز غذا و استفاده از آب صحی نقش اساسی دارند. آگاهی و دانش برای خانم ها بیشتر از مرد ها در این بخش مهمه. اگر که مرد ها با نوشیدن آب و چای سر و کار دارن، بیشتر آب صحی که مصرف میشه تشخیص از او باید به عهده خانم ها باشه. این نمایش در حال برگزار می شود که مکنون ذخایر آبی کشور در حال از بین رفتن است و همسایه های افغانستان نیز هشدار دادند که در آینده منازعات بر سر آب در منطقه افزایش خواهد یافت. وزارت معادن و پترولیم میگوید که برای عملی شدن پروژه تاپی آمادگی های لازم روی دست گرفته شده و هیچ چالش برای راه این پروژه وجود ندارد. سخنگوی این وزارت تاکید دارد که کار لوله گاز ترکمنستان در هرات به گونه عادی جریان دارد و کشورهای عضو پروژه تاپی نیز مصروف پیشبرد کار این پروژه هستند. تمیم شهیر با جزئیات بیشتر. هم جمهوریت از گشایش پروژه تاپی در ولایت هرات نزدیک به 3 ماه می‌گذرد. اما هنوز روشن نیست کار عملی لوله گاز ترکمنستان در این ولایت چقدر پیشرفت داشته است. تازه وزارت معادن و پترولیم از جریان داشتن کار عملی پروژه تاپی اطمینان می‌دهد و تاکید دارد که این پروژه مطابق برنامه پیش می‌رود و هیچ مشکل فراراه آن وجود ندارد. انتظار می رود با عملی شدن پروژه تاپی افغانستان بیش از 400 میلیون دلار حق ترانزیت به دست بیاورد. فعلا ما وضعیت پروژه را نرمال و خوب تلقی می کنیم و امیدوار هستیم که در بخشی عملیاتی قسمی که در پلان است و قسمی که در نقشه راه است پیش بریم. جدا از پروژه تاپی وزارت معادن و پترولیم در این نشست استخراج غیر فنی معدنها در بخش‌های گوناگون کشور را یک مشکل جدی می‌داند.
به باور این وزارت بیشتر مخالفان مسلح و زورمندان معدنها به ویژه سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی را به گونه غیر فنی استخراج می کنند. نیروهای امنیتی ما در ساحاتی که استخراج غیر قانونی وجود داشته باشه از او محافظت می کنند و ساحاتی که مثلا گزارش دهی ما می کنیم او ساحات مشخصا عمدتا ساحاتی است که در او متاسفانه جنگ است و استخراج غیر قانونی متاسفانه بیشترین جاهایی میشه که در دست مخالفین مسلح حکومت افغانستان است. تا حال بیش از 147 کیلومتر لوله گاز ترکمنستان در خاک این کشور تکمیل گردیده و انتظار می رود 814 کیلومتر این لوله از خاک افغانستان بگذرد و حالا به گفته وزارت معادن کارهای عملی این پروژه در ولایت هرات به گونه عادی جریان دارد. آقای عبدالقدیر مطفی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم اینجا با ما هستن تا بیشتر صحبت بکنیم. خیلی خوش آمدین آقای مطفی. سلامت باشین. فقط حدود 18 ماه تا زمان بهره‌برداری از پروژه تاپی باقی مانده، ولی گفته میشه که تا حال هیچ سرمایه‌گذاری در این زمینه نشده، هیچ نیروگاه ساخته نشده، هیچ راه آهن بازسازی و نوسازی نشده و هیچ پالایشگاه گازی هم ساخته نشده این مسیر. واقعا با این خبرهایی که میشنیم و با این وضعیت سرنوشت پروژه چه خواهد شد؟ بسیار تشکر. سلام بر شما بینندگان محترم تلویزیون شما. عمدتا مواردی که در یه آخر یک تعداد رسانه نشر شده بود کاملا بی اساس و بی بنیاد بود. هدف اساسی است که پروژه تاپی یک پروژه بین الحکومتی است که در اینجا کشورها دخیل هستند و تاپی کمپنی لیمیتد یکی از کنسرشوم های مشترکی است که پروژه تاپی را عملی می سازه و ما عمدتا در این راستا گزارشات خوبی پیشرفته داریم. عمدتا پروژه بزرگ گاز یا نفت سه مهم عنصری که اول بخش انجینیرینگ است، دوم بخش تدارکات است و سوم بخش ساخت و ساز می باشه. تمام مرحله و نظر به یک تایملاین و نقشه را که برای پروژه تاپی در نظر گرفته شده بود عملی میشه و عمدتا اگر ما به حساب پیش بریم در این راستا ما پیشرفت های خوبی را داشتیم. در بخش مشخص تاپی کمپنی لیمیتد یک جلسه مشخص با وزارت معدن پترولیم داشت و پیشرفت ها و کارهایی که در این اواخر صورت گرفته او را به مشخص ساخت و وزارت معدن پترولیم و جلسه دوم این شکل ما برنامه های متعدد را داشتیم که در اونجا ارزیابی خوبتر کردیم و پروژه فعلا وضعیتش بسیار خوب است. یک مسئله بسیار واضح هست که همزمان این سه پروسه بخش انجینیرینگ و بخش تدارک و بخش کنستراکشن یا ساخت و ساز پیش میره و همزمان ما در بخش محیط زیستی در بخش ساحاتی که محافظت شوه و یک موضوعی که بسیار مهم است استملاک است، ملکیت افغانستان دو ساحاتی که زمین است حکومت افغانستان است و ما در اونجا هم پیشرفت های خوبی را داشتیم و خود تاپی کمپنی لیمیتد اگر اعلامیه را دیده باشین در اونجا مشخص ساخته که پیشرفت ها را یاد کرده و از اون پیشرفت ها میشه بیشتر صحبت بکنیم. در صورتی که از رد گزارش هایی که منتشر میشه شما صحبت میکنین، خب بسی است که آیا تاسیسات زیربنایی که مثلا ساخت چاه ها و پالایشگاه های نفتی است و متگازی تا ایستگاه های توزیع گاز و امثال اینا که در گزارش های متعدد ما میبینیم که صحبت میشه، همین تاسیسات زیربنایی خط لوله هم تا حال ساخته نشده. بخصوص همون اعلامیه میشه که شما بیشتر جزئیات بدید. یک مسئله بسیار واضح هست که ما بر پروژه تاپی وقتی که بحث از کارهای عملی را میکنیم ما نمیتونیم کارهایی که در نقشه را باشه قبل از وقت او را انجام بدیم. یک تعداد کارهاست که او قبل از وقت شما یاد میکنین. ساحایی که ساخت و ساز است، دو ساحاتی که ساخت و ساز لازم است نظر به نقشه را شروع است و در اونجا وقتی که عملا پایپلاین به افغانستان رسید در او ساحات ساخت و ساز شروع است. وقتی که ما بحث از پروسه ها میکنیم در پروژه های بزرگ ما اولویت بندی میکنیم و او اولویت بندی نظر به محاسبه تکنیکی میشه و تمام محاسبات تکنیکی ما انجام شده و این کارها قبلا در نظر است که
کدام وقت ما کدام کارا را پیش ببریم. فعلا شما در این آخر دیدین که در بخش محیط زیستی، در بخش اجتماعی، در بخش استملاک زمین، در بخش انجینرینگ که کارها تکمیل شده و در مراحل همزمان سه مرحله که در بخش تکنیکی است، در بخش تدارکاتی است و ساختمانی است کارها جریان داره و عملا فرصت محدود است، فقط 18 ماه. ببینین قبل از وقت است که ما هنوز فیصله میکنیم که ما پروسه را میبینیم که کدام وضعیت داره. وقتی که ما پروژه ها را به تفکیک، به خصوص پروژه های بزرگ و مثل یک کوریدور اقتصادی یا دهلیز اقتصادی بحث میکنیم، در اینجا بیشتر موارد ما تکنیکی هست و بیشتر موارد ما عملیاتی هست که به حال تا پایان سال 2019 گفته میشه که باید بهره برداری شود از این پروژه. چون این خواهد شد؟ ببینین ما نظر به پلان و نظر به پیشرفت هایی که داریم فعلا وضعیت خوب ارزیابی میکنیم پروژه را. و شما از هر پروژه اقتصادی وقتی که بحث میکنین، پروسه های عملیاتی را وقتی که بحث میکنین، تدارکاتیش را بحث میکنین، تمام موارد که مشخص باشه و نقشه را مشخص باشه، در اونجا شما باز مشکل نمی داشته باشین. احیانا بازی assumptions یا احتمالاتی که مثلا ما سرشان بحث میکنیم، اگر ای تو امکان داره ای رقم شوه ای رقم شوه، این موضوعات باز در بخش اقتصادی زیاد ریلیستیک نیست. ما سر تدارک، سر امکانات و سر نقشه را عمل میکنیم و نظر بین این نقشه را ما فعلا پیش میریم و امیدوار هستیم که به گونه‌ای که فعلا پیشرفت داریم همین گونه پروژه پیش بره و مواردی که در نظر است به شکل منظم تنظیم شوه و عملی شوه و پیشرفت خوب را داشته باشیم. آنچه که این خوشبینی ها را نفی میکنه آقای مطفی، مثلا یکی از موارد بحث بودجه است. 10 میلیارد دلاری که به صورت مشترک باید هزینه شود از سوی کشورها برای ساخت این پروژه، ساخت و ساز و نهایی شدنش، مثلا گفتم میشه که یک امیدواری کلان وجود داشت که بانک توسعه آسیایی میپرداخت یک مقدار زیاده شد، ولی 700 میلیونش را بانک توسعه آسیایی میپردازه. اقتصاد ترکمنستان هم دست کم از سال 2011 تا حال وضعیت بسیار خوبی نداشته و امثال اینها. از یک بیمیلی صحبت میشه، از کمبود بودجه صحبت میشه و از موانعی که ممکن است این پروژه به اساس اون نقشه راهی که شما میگین پیش نره و حتی شاید سالها ادامه پیدا بکنه. ما فکر میکردم که شما سوال مطرح کنید در بخش امنیت که ممکن است که در اونجا ما این مسئله را میداشتیم، اما در بخش پرداخت ها و در بخش هزینه پروژه در حدودی 7 میلیارد است، 10 میلیارد نیست و مشخصا در این راستا فیصدی سهم کشورها مشخص شده و قبل از اینکه پروژه شروع شده توافقات بین الحکومتی که بین شرکا اونجا بحث شده و عملی میشه و یک تعداد قراردادها امضا شده، نظر به اونمو پرداخت ها هم توسط همکاری بانک آسیای انکشافی پیش میره و ما جلسات متعدد را با بانک آسیای هم در کابل داشتیم که مسئله هزینه که در داخل افغانستان سی مسائل همراهشان پیش ببریم و در بخش مالی هم ما مشکل نداریم. فعلا یک موضوع بسیار اساسی است که سرمایه گذاری خارجی مستقیم هم در اینجا بحث است که در یک تعداد ساحات میشه که این برنامه بعدی است و تا هنوز در بخش مالی هم پیشرفت های خوبی صورت گرفته و این مواردی که شما میگین قبل از تطبیق برنامه بالاش صحبت شده و الترناتیو یا آپشن ها برش مانده شده، تا هنوز در این راستا ما مشکل نداریم. اگر باشه تدبیر و نظر به نقشه را ما امکانات داریم برشان که راه حل بر زو جستجو شده. خب به دلیل عظیم در کنار مسائل ناامنی و اینها و مسائل مالی و امکان سنجی تطبیق این پروژه صحبت میشه که یک شمار کلان صحبت میکنن، حتی در رسانه ها این بحث مطرح میشه که این فقط به جای از اینکه یک واقعیت اقتصادی باشه فقط در حد شعارهای انتخاباتی بوده، حتی این اتهام ها در سطح کلان به حکومت هم بسته میشه. در پایان اگه اشاره بکنین آقای مطفی در مورد از اینکه کشورهای هم هستن که امانی تراشی میکنن، ممکن است احتمال از این وجود داره که به لحاظ ایجاد ناامنی و از جانب دیگه لابینگ و برای ترکمنستان راههای بدیل پیشنهاد میکنن. مثلا در ماه اپریل 2018 رئیس شرکت ملی نفت ایران
دوستان صحبت میکنه از این که یک راه بدیل کوتاه‌تر که در مدت زمان کمتر گاز ترکمنستان و پاکستان انتقال میته برای ترکمنستان در حال مطرح شدن هست. فکر میکنید اینها چقدر تاثیر بگذاره روی اجرایی شدن پروژه تاپی؟ سوال اول شما باید بپردازم به خاطر که بسیار مهم است. ما در بخش اقتصاد ضرورت داریم، تحرک اقتصادی بسیار مهم است برای ما، شمولیت در پروژه های بزرگ برای ما بسیار حیاتی است و ضروری است. ما نمیتونیم متکی به کمک های خارجی همیشه باشیم، نمیتونیم کمک های که برای ما یک دائمی نیست بالای زو متکی باشیم. ضرورت داره که پروژه های اقتصادی را عملی بسازیم در افغانستان و نظر به اینمی ضرورت کارهای متعدد هم صورت میگیره و در این بخش ما زیاد ارمانگرایی باید نباشه و ارمانگرایی نیست، به خاطر که نظر به ضرورت در پروژه های اقتصادی شمولیت پیدا میشه. بحث دومی که شما هست، منافع دولت افغانستان، منافع حکومت افغانستان مشخص است، منافع مردم افغانستان مشخص است. در پروژه های بزرگ اقتصادی ما منافع اقتصادی را تثبیت میکنیم و نظر به منافع اقتصادی ما برخورد میکنیم و نظر به اینمی که در پروژه های تاپی و همچنان پروژه های متعدد ما منافع اقتصادی داریم، سیاست حکومت افغانستان در خصوص سیاست اقتصادی واضح است. عملی کردن پروژه تاپی برای ما حیاتی است و ما در زمینه امکاناتی که و تعهدی که سپردیم و تعهدات بین‌المللی سپردیم در راستا عمل میکنیم و به نتایج مطلوب هم میرسیم و وضعیت پروژه را بسیار خوبی ارزیابی میکنیم و امکانات بیشتر پیشرفت ها در این پروژه هم داریم. عبدالقادر مطفی سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، سپاسگزار شما. و در ادامه خبرهای امشب، واکنش‌های جهانی به کشتار فلسطینیان از سوی نظامیان اسرائیلی. اتحادیه اروپا و برخی کشورها خواهان به دادگاه کشانیدن عاملان قتل معترضان فلسطینی شدند. انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس و کشتار ده‌ها فلسطینی توسط سربازان اسرائیل واکنش‌های تند جهانی را به همراه شده است. سازمان ملل کشتار فلسطینیان توسط سربازان اسرائیل را محکوم کرده و خواهان به دادگاه کشانیدن عاملان آن شده است. فلسطین و کویت خواهان برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت و به دادگاه کشانیدن عاملان قتل فلسطینیان نیز شدند. رجب طیب اردوغان اسرائیل را یک کشور تروریستی گفته و سه روز ماتم ملی اعلام کرده و به فراخواندن سفیران خود از آمریکا و اسرائیل تهدید کرده است. اتحادیه اروپا از اسرائیل خواسته حق اعتراض مسالمت‌آمیز را برای فلسطینیان به رسمیت بشناسد. در این میان معاون رئیس جمهور آمریکا گفته است ترامپ با این اقدام شجاعانه نام خود را در تاریخ بیت المقدس ثبت کرد. انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس و کشتار ده ها فلسطینی توسط سربازان اسرائیلی با واکنش های متفاوت جهانی روبرو شده است. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید دونالد ترامپ با انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس و بر رسمیت شناختن این شهر به عنوان پایتخت اسرائیل نام خود را در تاریخ بیت المقدس ثبت کرد. ترامپ مانند دیوید با به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل و انتقال سفارت آمریکا به این شهر نام خود را در تاریخ بیت المقدس ثبت کرد. امروز با انتقال سفارت آمریکا در بیت المقدس این شهر رسما به عنوان پایتخت اسرائیل شناخته شد. من فکر نمی کنم این تصمیم پلان صلح را صدمه بزند. طرح صلح در یک موقع مناسب به اجرا گذاشته خواهد شد. در ارتباط به غزه، جنبش حماس مسئول کشتار ده‌ها فلسطینی در نوار غزه است. حماس مردم را انگیزه داده است. اتحادیه اروپا در اعلامیه خواهان خشتنداری شده و از اسرائیل خواسته حق اعتراض مسالمت آمیز را برای فلسطینی ها بر رسمیت بشناسد. آفریقای جنوبی هم سفیر خود را از اسرائیل فراخوانده است. روسیه آمریکا را به نقض قوانین بین المللی متهم کرده و استفاده از ابزار خشونت علیه فلسطینیان را محکوم کرده است. باور ما این است که توافقات بین المللی نباید توسط یک کشور به بازی گرفته شود. مسئله اسرائیل و فلسطین هم توافق است که باید توسط جامعه بین المللی درباره آن تصمیم گرفته می شد. و موضوع بیت المقدس هم از طریق گفتگو بین فلسطین و اسرائیل باید به حل گرفته می شد.
کویت هم خواستار تحقیقات مستقل درباره خشونت ها شده و ناظر دائمی فلسطین در سازمان ملل متحد خواستار به دادگاه کشانیدن عاملان رویداد دیروز شد. سپاسگزار همراهیتان. شبتان بخیر.